توی جلسات قبل با هم اجزاء یک پرامپت اصولی رو دیدیم که گفتیم یک پرامپت شامل این 8 بخش هست. حالا ممکنه یک پرامپت الزاماً همه این 8 بخش رو نداشته باشه. اما بخشی که شما از پرامپت حذف بکنید خود هوش مصنوعی تصمیم میگیره که اون رو چطور بسازه. مثلا اگر در مورد نورپردازی بهش نگید خود اون هوش مصنوعی رو میجرنی هر هوش مصنوعی استفاده بکنید خودش تصمیم میگیره که از چه نورپردازی برای تصویرتون استفاده بکنه. تو این جلسه میخوام در مورد بخش اول اجزای پرامپت یا سابجکت صحبت بکنم که مرتبط هست با سوژه تصویر. هر تصویری که ما داخل هوش مصنوعی جنریت میکنیم یا هر تصویری که حتی خودمون با دوربین عکس برداری بکنیم و ببینیم یک سوژه اصلی داره. اون سوژه میتونه یک شخص باشه، یک شی باشه، یک حیوان باشه، حتی یک منظره باشه. نکته‌ای که مهم هست اینه که ما نباید از سوژه‌های تک کلمه استفاده کنیم. مثلا اگر می‌خوام یک پسر بچه‌ای جنریت بکنیم که بگیم یک پسر بچه برای ما بساز، این خیلی خیلی کلیه. در مورد اجزای اون سوژه ما باید کامل توضیح بدیم، یعنی هر چیزی که تصور می‌کنیم رو باید بنویسیم و هیچ بخشش رو واگذار نکنیم که هوش مصنوعی تصمیم بگیره. این شکلی تصویری که ایجاد میشه با اون چیزی که ما منتظر هستیم از ایمیج جنریتور در فوگرام خیلی خیلی نزدیکه. همونطور گفتم من توی این دوره از میجرنی استفاده میکنم. شما از هر هوش مصنوعی و ایمیج جنریتور که در دسترس دارید و باش راحت هستید میتونید استفاده کنید. اجزای پرامپت و مهندسی پرامپت توی تمام این ایمیج جنریتورها یکسان هست و اینجوری نیست که این مواردی که میگم مربوط به میجرنی باشه. خب بریم سراغ بخش اول یک پرامپت که همون سابجکت هست. مثلا ببینید تو این بخش اکسپلور میجرنی من اومدم، این تصویری که اینجا دارید میبینید سوژه اصلی چی هست؟ همین زرافه هست که روی مبل نشسته و یک کت پشمی تنشه. این که ما سوژه رو خیلی کلی بگیم یک زرافه، این واقعیت رو نمیرسونه. باید در مورد تمام جزئیات بگیم، حالت چهره، اینکه غمگین، شاد، هیجان زده است، متعجب، چه لباسی تنشه، چه فرم بدنی داره، روی چه صندلی نشسته یا کجا ایستاده، چه شلواری پوشیده. تمام این اجزا رو باید داخل پرامپتمون بنویسیم. مثلا بیایم همین زرافه رو خودمون ایجادش بکنیم. ما به محیط اطرافش فعلا کاری نداریم، به نورپردازی کاری نداریم، فقط سوژه برای ما مهمه. من میام داخل گوگل ترنسلیت اینجا می‌نویسم که یک زرافه که کت پشمی پوشیده و روی یک مبل راحتی خاکستری رنگ نشسته. حالا این زرافه رو اگه ما دقت کنیم، این زرافه مثلا میتونه یکم ناراحت هم باشه، مثلا یک زرافه مثلا ناراحت که کت پشمی پوشیده روی یک مبل راحتی خاکستری رنگ نشسته. رنگ کتش رو هم باید بگیم، یک کت کرم رنگ پشمی پوشیده روی یک مبل راحتی خاکستری رنگ هم نشسته. اجزا دیگه ای هم نداره اینجا. من همین رو میام پرامپتش رو کپی میکنم، میام داخل ایمیج جنریتور میدجرنی و اینجا یک اسمش ایمیجین میزنم، همین پرامپت رو بهش میدم، هیچ جزئیات دیگه بهش نمیدم، هیچ پارامتری هم بهش نمیدم، همین تمرکزم فعلا روی خود سوژه باشه. این رو من ارسال میکنم برای باتم میجرنی و منتظر میبینیم که تصویر رو برای ما جنریت بکنه. تا زمانی که این تصویر جنریت میشه من میام بالا، تصویر اینجا من جنریت کردم. بچه ببینید این تصویر، من چی گفتم؟ گفتم کیوت بوی ویت بلو تیشرت ایزولیتد آن وایت بک‌گراند. گفتم یک پسر بچه بامزه با تیشرت آبی که روی بک‌گراند سفید. خب من گفتم فعلا با محیط اطراف کاری نداریم، پس این ایزولیتد آن وایت بک‌گراندش هیچی.
اما در مورد سوژه من فقط گفتم یک پسر بچه با مزه با یک تیشرت آبی، هیچ جزئیات دیگه ای نگفتم، اینکه موهاش چه رنگی باشه، موهاش فرفری باشه یا صاف باشه، بلند باشه یا کوتاه باشه موهاش، حالت چهرهش چی باشه، شاد باشه، غمگین باشه، هیجان زده باشه، متعجب باشه، رنگ چشمش چی باشه، از چه زاویه عکس برداری شده باشه، فول بادی باشه، کلوزآپ باشه، اینا هیچ کدومشو من نگفتم. پس همین رو من میتونم بیام کاملتر بنویسم. این تصویر اولمون جنریت شد، بریم ببینیمش. ببینید این تصویری که از بر من ایجاد کرده، حالا این تصویر الان قسمت دستاش مشکل داره، اما میبینید که خیلی خیلی نزدیک هست به اون چیزی که ما بهش دادیم. یک مبل خاکستری رنگ، یک کت پشمی کرم تنشه و ناراحت هم هست، میبینید چهره در همی داره. حالا هر چقدر شما رو این جزئیات بیشتر کار بکنید تصویرتون نزدیکتر میشه. حالا اینجا مثلا من بهش نگفتم چه زاویه عکس برداری بشه، در مورد محیط اطرافش دیگه هیچ توضیحی ندادم، محیط اطراف رو خودش تصمیم گرفت که چه چیزی قرار بده و میبینید این تصویری هست که برای من جنریت کرده. حالا من میام توی گوگل ترنسلیت در مورد همین پسر بچه میگم یک پسر بچه با نمک با مزه بزنیم. چه دلیشت میزنه یه پسر بچه ای جذاب، بعد این عوضش میکنیم با موهای صاف مشکی بلند. اصلا به جزا آقا هم زنگ پسر بچه متعجب، حالت چهرهش رو همجا میگه، یک پسر بچه متعجب با موهای صاف مشکی بلند که تیشرت آبی و شلوار جین زبدار پوشیده خب دیگه چی؟ با موهای مشکی صاف بلند و مثلا چشمای قهوه‌ای. خب ببین اینها رو من بهش گفتم، ولی در مورد مثلا کفشش توضیح ندادم، در مورد محیط اطرافش توضیح ندادم، فقط سوژه‌ام رو تو جایی که تونستم تشریح کردم. همین رو من کپی میکنم، میام داخل میجرنی و سلش ایمیجین رو میزنم، پرامپتم به اینجا پیست میکنم و اینو ارسال میکنم برای باتی میجرن. سب میکنم تصویر جنریت بشه. خب در مورد سایز تصویر من بهش نگفتم، در مورد محیط اطرافش توضیحی ندادم، نگفتم به زمینی سفید باشه یا نباشه، کجا باشه، نگفتم چه کفشی پاش باشه، چه کمربندی، نگفتم ساعت دستش باشه یا نباشه. سوژم رو در حد حالت چهره، رنگ مو، رنگ چشم و حالت چهره که گفتم سورپرایز باشه و متعجب گفتم. میبینید تمام اون اجزایی که من بهش دادم رو در نظر گرفت، اما اون چیزهایی که من بهش نگفتم رو خودش تصمیم میگیره. مثلا در مورد محیط اطراف چه خودش تصمیم گرفته. ببینید این بخش محیط اطرافش روی زمینه سفیده، روی زمینه خاکستریه، بک‌گراندش رو چوب گذاشته، می‌بینید، ولی همه‌شون شلوار زاپدار دارن، تیشرت آبی دارن، موهای بلند دارن، چهره متعجب دارن و رنگ چشم قهوه‌ای. اما اگه دقت بکنید من بهش نگفتم که تصویرم فوتوریالیستیک باشه، این تصویر واقع‌گرایانه نباشه. پس دو تا تصویر رو هم حالت کاراکتر تور برای من ایجاد کرده. پس اینجا یاد گرفتید که هر چقدر میتونید در مورد سوژه اصلی تصویرتون و جزئیات اون به ایمیج جنراتور توضیح بدید که تصویری که دریافت میکنید در نهایت خیلی خیلی نزدیک باشه به اون چیزی که تصور کردید و در ذهنتون هست.